شما هستیم در ادامه برنامه اربغان صبح. ممنون همراهی همیشگیتان، ارزمند هستم تاییدم برنامه برتان خوشایند تمام شده باشه. ما را همراه باشین، بخشای بسیار خوب و جالب داریم که یک و یک تقدیمتان میکنم. مطمئن هستم که به شما هم خیلی مفید تمام میشه. مهماندار هستم سید رحیم احساس، در رابطه با نقش خانواده برای موفقیت شخص در جامعه صحبت های بیشتر می داشته باشیم. شما هم خوب است که ما را همراهی بکنین، بخش بسیار مهم هست. فراموش هم نکنین که در رابطه با خانواده و نقش خانواده که چقدر خانواده مسئولیت دارن در قبال فرزندانشون، خوب است که شما هم بدانین و همچنان چقدر کمک میکنه ما شما را وقتی خانواده ما شما را تشویق بکنه و همیشه کمک ما بکنه، همکاری ما بکنه. ما را همراه باشین، مهماندار هستم. سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. سلام خدمت شما، خدمت دستاندرکاران برنامه شما، همچنان بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آینه. تشکر، ممنون از اینکه آمدین، خوشحال هستیم شما را داریم. میشه بگوین صبح روز پنجشنبه رو شما چگونه آغاز کردید؟ سلامت باشین، تشکر. خوب است، فضل الهی است، خوش میگذره. خوب میگذره، خدا را شکر. قسمی که یاد کرده میخوایم در رابطه با نقش خانواده برای موفقیت شخص در جامعه صحبت بکنیم. ابتدا میخوایم از خانواده شروع بکنیم که خود خانواده یعنی چی؟ خانواده در کل ما در اساس شروع میکنیم برای یک موردی که لازمی است باید ذکر شود. تشکیل خانواده و چگونگی تشکیل خانواده اساسی ترین موضوع است در یک جامعه. خب تشکیل خانواده اساسا به اساس ازدواج های مسلط آمیز و توافق نظر بین زوجین که عبارت از یک زن و یک مرد میباشه صورت میگیره که با مفکوره ها یا افکار سالم ایشان با توافق نظر هم میتونن اساس خانواده را ایجاد کنن. بسیار خوب. بله. زمین خانواده اولین محیط است یا اولین مکان است که ما در آنجا پرورش میبینیم، میآموزیم، انگیزه میگیریم. بسیار خوب. از خانواده دانستیم، میخوایم در رابطه با نقش خانواده هم صحبت بکنیم که خانواده چقدر میتونه نقش مهم داشته باشه در زندگی ما. یقینا هر خانواده رول اساسی و نقش خود را در رابطه با تربیت فرزندان خود در جامعه ایفا باید کنند. لازمی است هر خانواده نظر به محیط و ماحولشان میتونه خانواده فرزندان خود را تربیت کنند. خب نقش اساسی اینجا والدین ایفا میکنند. والدین در رشد و شخصیت دهی برای فرزندان خود در پرتو شریعت و همچنان در پرتو امور اجتماعی انگیزه های مختلف باید برشان بتن، ایشان را تشویق کنند. لازمی است که با صبر و صلاح و بردباری استفاده کنند، با آنها انگیزه بتن، زمینه ساز باشند برشان و همچنان موارد که لازمی است فرزند به اکثرا به موارد که تشویق و انگیزه ضرورت دارد، لازمی است با آنها برخورد و رفتار خوب صورت بگیرد، رفتار محبت آمیز باشد. بله بسیار خوب. ای که ما از موفقیت یاد کردیم، میخوایم که در رابطه زیان بدانیم که موفقیت وقتی که ما میخوایم بریم برش برسیم، هدف می داشته باشیم، پلان گذاری میکنیم، موفقیت و میتونه خانواده هم دهش نقش داشته باشه یا خیر؟ دقیقا خانواده اساسی ترین نقش یا خانواده در موفقیت یک فرد در جامعه مورد است که لازمی است اشاره شبه و عبارت از فضای خانواده است. فضای خانواده محیط است که اثر مستقیم بالای ذهنیت افکار یک فرد در یک خانواده و همچنان در جامعه اثر مستقیم داره. به لحاظ دانشمندان فرمودند که افرادی که محیط خوب و روابط نیک خانوادگی یا فامیلی را تجربه کردند، ایشان افراد موفق جامعه هستند. یک خانواده سالم با افکار سالم، با رابطه نیکشان با فرزندانشان زمینه ساز می باشند، زمینه رشد می اثر می کنند، با انگیزه های نشان موافقت می کنند، با آنها انگیزه خوب می تن تشویقشان می کنند. بله، از مسئولیت خانواده هم می خواهیم بدانیم که چقدر مسئولیت مهم دارند در قبال فرزندانشان. نه، یقینا هر خانواده مسئولیت های بس و مهم را در قبال رشد یک فرزند خود برای جامعه دارند. خانواده هایی که با افکار ضعیف و افکار تاریکتر هستن، خانواده را در کل میتونیم به دو کتگوری تقسیم کنیم، خانواده سالم و خانواده غیر سالم. خانواده سالم عبارت از خانواده است که افکار باز دارن، میتونن مسئولیت پذیر باشن، خب مدیریت سالم دارن. ایشان افراد هستند که در حل یک موضوع با اعضای خانواده خود و در رشد ایشان تشویق کنن ایشان را و در حل از اون عجولانه تصمیم نگیرن. خب و خانواده غیر سالم خانواده هایی است که عجولانه تصمیم میگیرن، اکثرا
مواردی که لازمی است باید سرش تاکید کنه و لازمی است او را حل بسازه، بدتر مشکلات خود را نمیپذیرند ولی موضوع را به بحران میکشانند. ضمن از او خانواده های غیر سالم با احساسات رفتار میکنند و از رفتارهای خونسردانه در تصامیم گیری چیز نمیکنند، در تصامیم گیری ایشان به فرزندانشان حق نمیدن. بله حق نمیدن. بله، یک شما گفتین به فرزندانشان حق نمیده، یک ما از خانواده سالم و غیر سالم یاد کردیم، میخوایم بفهمیم که جوانان هم حق دارن که خودشان انتخاب داشته باشن، اما متاسفانه رشته که انتخاب میکنن بعض از فامیلا هست که اجازه نمیتن برشان. حالا چقدر مهم هست انتخاب خود فرزند و فامیل؟ بعض وقتا فامیل مانع انتخاب ما میشه. حالا میتونن وقتی که ما انتخاب بکنیم و فامیل انتخاب نکنیم، طبعا تاثیرات خودش داره که مو جوانی که میخواد اگر شرط بخونه اما علاقه مندی نداره به خاطر خواست فامیل رفته خوانده، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ خب مخالفت در کل نقطه پایان میتونه بوده باشه. یک فرد در جامعه با انگیزه های مختلف میتونه یک حالت را به خود اختیار کنه که تاثیرگذار بر جامعه و بر رشد شخصیت او باشه. خب زمان یک خانواده با یک رشته که یا با یک رفتار یا حالتی که با فرد خانوادهشان موافق نباشه، لازم است به ایشان انگیزه داده شود، فهمانده شود که دمی را من احساس راحتی میکنم، میتونم دمی را بهتر رشد کنم، امی علاقه ام است، دمی را شوق علاقه دارم و میتونم بسیار براحتی پیش برم. و زمانی که باز مخالفت کنن ایشان مایوس میشن و امی مایوسیت باعث عدم رشدشان و اثرات منفی بالای ذهنتشان میگذاره در جامعه. بله، ای که بالای خودشان تاثیرات منفی داره، طبعا که بالای فامیل هم تاثیرات منفی داشته میتونه، حتی بالای جامعه هم تاثیرات منفی خود را داره. بله، حالا باید چی کار بکنن تا یک خانواده هم مسئولیت خودشان بپذیرن همچنان جوانان هم؟ درست، مشکل اساسی به نظر خودم جهل است. طبقه هایی که طبقه های قشر مختلف جامعه ما که مشکلات دارن از به حساب از جهل است یا از نادانی ایشان میتونیم اشاره کنیم که باید معلومات داشته باشند در رابطه با ای که فرزندشان به چی علاقه دارن. ای یک خانواده سالم میتونه اشاره کنه. وقتی خانواده سالم میگیم به معنی است که در رابطه با فرزند خود معلومات داشته باشه و رفتارهای ایشان را باید در نظر بگیره و بتونه به اونها را به انگیزه که داره تشویق کنه و رای خوب برشان نشان بده، و در غیر صورت میتونه تاثیرات سو منفی داشته باشه. بله، خب به نظر شما چند فیصد خانواده‌ای که فعلا در افغانستان زندگی میکنن چقدر به خواستای امو جوانان یا فرزندانشون ارزش قائل هستن، میخوان هر چی که فرزندشان میخوای امو کار انجام بدن، به خاطری که هم به خاطر خودشون خوب است، هم به خاطر جامعه خوب است و هم میتونن جوانان به موفقیت برسن؟ چند فیصد به نظر شما در افغانستان هم چه فامیلا وجود داره؟ خب در کل میتونیم بگویم که به قشرهای مختلف جامعه و جوامع مختلف جهانی افکار متفاوت هستند. افکار خانوادگی، فرهنگ‌های خانوادگی، فرهنگ‌های جامعه متفاوت است. این ارتباط می‌گیرد به مواردی که فرهنگ یک جامعه چگونه است. خب با کشورهای مختلف نمیتونیم مقایسه کنیم، ولی مثال داده میتونیم ایشان با ایشان انگیزه های بالاتر از انگیزه جامعه ما دارن. خب اینجا رول بس مهمه که قبلا هم اشاره کردیم، فامیل یا خانواده در قبال مسئولیت یک فرد داره اساسی رول است. تقریبا 50 در 60 فیصد از فامیل های ما به خواست، اغلبا به خواست اعضای خانواده خود بیشتر کار نمی کنند که ایشان به مو حالت برسند یعنی موفق شوند و رشد کنند. بله، شاید تشکر، ممنون از اینکه آمدین پیام گفتین. اگر داشته باشین به همتون ما همچنان به خانواده های عزیزی که بینندی ما هستن. تشکر، خیلی ممنون، به امید یک صلح سرتاسری در افغانستان. انشالله که صلح به امن به هموطنان ما با انگیزه های مختلف و رو به پیشرفت باشند و خانواده های عزیز در رشد به جوانای خود، در رشد به شخصیت سازی و انگیزه بتن، جوانای خود تشویق کنند در و فکرهایی که دارن با ما موافقت نشان بدن. بله، بسیار تشکر، ممنون حضور شما. تشکر از شما. ممنون همراهی شما خوبانم. چه خوب است که شما هم نکات را که مهمان عزیز ما یاد کرد شما هم جاگزین بسازید در زندگیتون، بخصوص کسایی که فرزنددار هستند در خانه متوجه باشند. فرق نمی کنه که با
به جوانی رسیدن، نوجوان هستن یا یکی طفل هستن، باید خوب ازشان مراقبت شود و همچنان به خواستاشون باید رسیدگی شود. در خارج کشور اگه شما ببینید به طفلاشون خیلی ارزش قائل هستن. وقتی که یک طفل یک چیزی بخواد 100% برش پیدا میکنه. اگر در افغانستان یک طفل یک چیزی بخواد ما حتما یا پتک سرش میکنیم یا لاتکوبش میکنیم که دچار یک چیز خواستی. خوب است که شما این نکات مد نظر بگیرید تا که یک زندگی خوب داشته باشین، همچنان فرزندایتون به موفقیت برسن. ممنون همراهیتون. وقفه کوتاهی داریم، زود برمیگردیم.